سلام. خب بچه ها، من چند وقت پیش دنباله یه سری از مدارک دانشگاهی بودم و رفتم سراغ یه لپتاپ خیلی خیلی قدیمی. خیلی لپتاپ خوبه. توی اون لپتاپ یه سری عکسایی بود که خودم یادم رفته بود وجود داره. بعد امروز میخوام اونا رو نشونتون بدم. فقط به کوروشم گفتم که یه سری عکس زایه بیاره که من عکس زایه رو آوردم. فقط از من عکس زایه. من عکس زایه از گنجینه‌های کوروشتاپی آوردم. ولی خیلی مهمه که تو چه عکسی میخوای رو کنی. عکسای تو زایه نباشن. من رو نمیکنم. چون عکسای من انقدر داغونن که من اصلا نمیتونم. معذب میشم خب. من نمیدونم که دوست دارم اینو با این معذبی با همه بچه‌ها شریک باشم. چون خیلی اذیتن خب. الان میرم اول عکسای تو رو ببینم. خب اول میخوام از یه عکس خیلی قشنگ دو نفرمون شروع کنم که فکر کنم برای 9 سال پیش باشه حدودا. چرا اینجوری؟ اصلا لبخندم. من کنم هنوز همینم. فقط الان فکر میکنم باحال‌ترم نه؟ ببین تو که اونقدر فرق نکردی خداییش. یه دقیقه نگاه کن مقایسه کن و بعدش بگو که فرق نکردی. من تنها فرقی کردم اون موقع ابرام نمیدونم چرا توسی رنگ میکردم. من ابراتو میرفتم سلمونی بعد با ماشین روی ابرام میزدم بعد توسی میشد. ابرام اینجا مشخصه. تو چرا این شکل خماری؟ موهات موهام این قشنگیه. یعنی چی؟ این یه عکس از یه مهمونی که من و تو توش بودیم. چه این شکلی هم؟ این عکس های هارد میشه عکس های زایه منه نه؟ چیگه تو که همونی فقط یه سر لاغرتری. بچه ها این استیجمون رو ندیدن که مثلا دوست بودیم با هم دیگه. من یه آدم دیگه ای هم اینجا. من مثلا آرایش نمی کردم هیچی ولی یه هوی ماتیک خیلی تو چشم قرمز بدی من هیچ لباسم همیشه همین بوده. کلا زمین می‌کردم. تیشرت مشکی، پیرهن مشکی، تیشرت اصلا مگه میشه؟ من خیلی خیلی لاغر بودم. وای چرا اینجوری اینجا حس پرواز دیگه. تو پرواز میشینی خسته. من این شکل نمیشم تو پرواز. هیچ این شکل نمیشه. چرا این شکلی کردم ولی خیلی خستم شدیدن. مثل این که کمبود خواب دارم و یکی ازم عکس گرفته تو این شرایط. استیل رو نگاه کن. من نمیدونم چی عجب کت بادمجونی قشنگی داری. دقیقا موقع خمیازه کشیدن از اون عکس گرفت. آه یعنی دیفالتت نیست؟ من یادم میاد خیلی وقت همینجوری بودی. این چیه؟ این عکس اولین دیت من و توه. جدی داری میگی؟ اولین دیت من و توه که من خیلی هم استرس داشتم. بعد این عکس رو گرفته بودم برای دوستم فرستاده بودم که مثلا دارم با کوروش میرم بیرون. تو یاد میاد من چی پوشیده بودم اولین دیتمون؟ من یادم میاد. خیلی اصلا مهم بود. مشکی پیرم مشکی دیگه. نه اولین دیت. نه اولین دیت می‌خواستم خیلی تیر بیام. شرط به من کت سرمه‌ای پوشیده بودم. کت من که تو عمرم کت شلوار از کت تگ سرمه‌ای پوشیده بودم. جفتمون پس سرمه‌ای بودیم. آره پیرن سفید کربند طلایی بسته بودم. نه پیرن سفید نپوشیده بودیم. انقدر واسم تنگ بود که نشستم داشتم میترکیدم. خب چون نشم لباسه مثلا اون لباس شیکم بود که مثلا یه بار توی مثلا نامزدی خواهرم پوشیده بابا من داشتم میمردم اینجا از استرس. بعد من کلا مثلا خیلی تیپ نمیزدم یه دوره از زندگی. بعد این مانتوه رو فکر کنم مال خواهرم بود که مثلا گذاشته بود پیش مامانم. بعد مثلا مانتوه رو رفته بودم گرفته بودم ازش و هیچی مثلا لباس قشنگی مثلا رستورانی نداشتم. وای. این ویدیو رو یه سال ولنتاین چرا این نمیدونم چرا با هم دیگه گرفتیم. بعد صدام انقدر بده که ملکه یونانی هستی باید تاشو بذاری. فکر کردی باید تاشو بذاری. تو چرا اینجوری زل زدی تو دوربین؟ من نقش یک هالووینم. ولی چه گیتاری داشتم. چه گیتار خوشگلیه. کوروشو مجبور میکردم که لباس اینا بپوشه و هیچ وقتم گوش نمیکرد. هیچ وقتم نمیپوشید. اینجا لباس پوشیدم دیگه. نمیبینی ماسکمو؟ این تیشرت رو هنوز میپوشی. تیشرت خودت رفتی یه ماسک همینجوری از بقالی سر کوچه خریدی. ببین من چقدر مایه گذاشتم. وای. این یکی از دیت های منو کوروش. این دیگه اصلا شیک ترین جایی بود که رفته بودی. جاده ابریشم. آره من کلا همش هی لاغر پولتر میشم. آره خط موهام پایین‌تر. حاجی پیر شدم چی میگی؟ عکس داره ناراحتم گناه کن چه خط موها پایین تر بود. الان بهتری از توی موها. خط موها رو میبینی چه قشنگ و پایین بود چه پر پشت تر بود موها. موها تا اینگار از اینایی که سشوار زدی بشاش بودم. زندگی اصلا خوردم کرد. ناکن لبخند قشنگه و ناکن لبخند نداری. الان لبخندت خیلی قشنگتر و بشاش داره از توی این عکس. خالم بزرگتر داره میشه؟ نه جدی جدی بگو هم. خالم داره بزرگتر میشه؟ سبودی تر داره میشه. بزرگ و نمیدونم یعنی نمیخوام سبودی تر شه. خالم بودای جدیدی داره بهش اضافه میشه. بود چارم بود پنجم همجوری این اکس سبودی دفعی بابا 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 باب
یه از این اکسرتی و رندم وسط میفرستدم نه؟ نمیدونم ولی خیلی شادم شبیه هم قورباغه هم پپه هست چیه؟ اصلا نمیدونم چی فقط میدونم که خیلی شادم اون تختی که من داشتم تخت قدیمی مام بابام بوده و بعض وقتا که میخوایم تخت به این فکر میگردم که آیا این همون تختیه که من نمیدونم به بچه ها نشون دادیم یا نراستش ولی خیلی قشنگ دلم میخواست ببینم چه گوگولی بودم خیلی من آقا بودم آه جدی خال نداری اه چه جالب خال یه هایی نکنه این من نیستم یه پلزین کوچیکتر بودم عکس دارم ازش این پشتیه است نمیدونم معلومه یا نه حالا دارم من خودم به دچی میدم موهام اینجوری قارچی تر بود کاسه قارچی تر بود و یادم میاد معلممون تو دبستان که میدونم سر کلاس هر از سر کلاس میگفت قبل از گیری سر کلاس باید موهاتو واسم اینجوری کنی و اینجوری میکردم براش لپمو آره لپمو اینجوری میکرد میگفت برو تو این احساس کردم یه هیجانی توی چشاته که دارم میخواست به بچه ها نشون من با یه مدت طولانی از زندگی موهامو همیشه از ته میزدم فکر میکردم خیلی قشنگ ترم ولی الان که نگاه میکنم شبیه یک تک سلولی بودم قشنگه آخه موها نشد دو دو چش و ابروهای سیاهی داشتم که اصلا نه قشنگه این مال بچگیمه که هری پاتر خیلی دوست داشتم من لباسم اون اینی لباس هری پاتر هم خودم درست کردم اون یه عروسک جغده که خریده بودم اینجا واقعا مثلا 9 سالمه همون اولایی که هری پاتر رو خوندم بعد آره این مانتوی مامانم رو گرفتم با پیرن بابام هنوز هم همین کارا رو میکنی آره یعنی از 9 سالگی تو الان فرق نکرد اینم مال همون اون چیه دسته اون تیکه هری پاتر هست که یه ریممبر آله مال نویله بعد مالفوی ورش میداره میره میخواد چیزش کنه میخواد ورش داره این مثلا من اینو با خودم بازی میکردم که من میرم اونو ازش میگیرم بعد اینجوریه بعد اون اصلا توپم حتی نیست بقیه آیتم براقیه که تو خودم اون داشتم بودن که این بچه همون جارو رفته بودن برام پیدا کردن بچه رد داده جارو اینجا بچه هم چه از سر تفا صورتی بچه ها اگه هر موقع خواستین کامنت بعد بذارین یادتون باشه که داریم به این کامنت بعد بچه کوچولوه این داره گریه میکنه وقتی شما کامنت بذارین یه ویدیوی از بچگیم که چه لپایی داشتی خیلی دوستش دارم رفتم ساحل تو شما عجب لپ اوه این اکا فیلگر که این میخوایی بذاری اینجا زوخ کردم بکنم رفتم دریو بعد اونا دقیقا الان هم مودی بودن از کودکی تو وجودمه این دوباره یکی از قرارامونه این فکر کنم صابونه است من چون صابونه خیلی دوست دارم بعد نمیدونم چرا ست زدیم ولی جالب بود آخه من همیشه اونو میپوشیدم یعنی همیشه اون چهارخونه قرمز من یادم میاد هر روز میپوشیدم واسه این مدت این نقاشیه که کوروش سفارش داد که براش من به عنوان پادشاه گفتم که یک نقاشی تمام قد از خودم میخوام بعد با هالتنگسش این بود که اونجایی که دادم پرینت کنم یورو آقای گرخیده بود ببخشید این نقاشی خود شماست گفتم بله خودم نمیدونستم که دارم وقتی اینو میکشم نمیدونستم که دارم چی کار میکنم بعد دیدم اولش اون پایین خرس گذاشته بودی ولی خرس اونقدر اباحت که میخواستم نداشت گفتم تبدیل به شیرش کن برام خدایی باحال میشه تو خونه نه خواهش میکنم اینو نذار تو خونه باورم نمیشه اینو داری هنوز یه روز ولنتاین کوروش به من مسیج داد که برو دم در دوست نبودیم با هم هنوز نه بعد رفتم دم در یهو دیدم یه کادوه خودش هم نبوده یعنی فقط یه کادو گذاشته بود بعد اصلا اینجوری بودم که اون روز سخت بود چه که چند تا خونه مختلف هم میرفت از این کادو میزشه خراب نکن خوبیش این که از این سبب ها چند تا داشتم راحت مثل اون لک لک ها هستن چیز میبرن در خونه توش برای شکلات و آرت بوک و اینا بود خیلی قشنگ بود تولدمه تو دانشگاه دوستان چه کلاه قشنگی داشتن خوشحالی زیاد خوشحالی شکل اونجوری هستی اینم دانشگاه است سوپرمن اینجاست که رو میشه ها اینجاست که نشون میده چشم روشن دو دقیقه حواسم نباشه سری منو میفروشی به سوپرمن اون چی بیشتر از من داره ها هیچی سوپرمن هیچی این اینستاگرام قدیمیه من یادم اینا 283 تا فالوور 282 تا فالوین پرایوت دیگه بود. آره فقط نقاشی اینا میذاشتم و همین مثلا یه باری که مثلا از خودم یه چیزی میذاشتم خیلی استرسی میشدم مثلا یه بار یه سلفی یه چیزی میذاشتم سری پاک میکردم مثلا خیلی حساس بود. منم کلا من کلا آدم چیزی بودم از عکس از خودم از عکسای خودم بدم میاد
نه این از قیافم خوشم نمیاد، نه چیه، نه هرچی از اینجوری از خودم اصلا دوست ندارم خودم ببینم، اصلا دوست ندارم. بیا این عکس قشنگ دوتاییمون بعد از یکی از کنسرتات، اینم آوتفیت کنسرت، این لباسا رو من انتخاب نمی‌کردم بچه‌ها، میگفتم من اینو بپوشم، این دقیقاً بعد اون کنسرت است. چه باحاله. چیه مهدوی کیا این؟ مهدوی کیا لباس فوتبال من بچه بودم عاشق فوتبال تیم آلمان خیلی همیشه تو کلا کپ آلمان داشتی خونه فوتبال لباس آلمان من نمیدونم تو اصلا نمیدونم این خونه کجاست، خونه ما نیست، یه جایی یه روزی یه موقعی رفته بودیم و مهدوی کیا خوشحال بودی که مهدوی کیا رو دیدی اینجا، خیلی احساس میکنم. آره چیزو دوست داشتم من، آیدلم استیلی بود. بعد توی یه جام جهانی چیزی بکنم هد زد پیشونیش یه چیزی شد، ناراحت شدی گریه مثلا از اینایی که چیزا بران کاردینا میارن و اینا، من یهو افتادم زمین و همین سنا فکر کن گریه که چرا استیلی مصدوم شده توی اون. من این سر قبل دوستی من میدونستم یه تجیز نزده. خب میام عکسات خوب بود ولی نداره حد عکسای من، من عکس ها نشون میدم به شرطی که نخندی به هم. به خندی نشون نمیدم عکسو، بعد خیلی جدی باشی باش، عکس هم قشنگ من حساسم رو عکس میام نمیتونی به خندی عکس هم چیش خند داره عکس هم ایسی تو گلوم بود صرفم گرفت بزن دوباره ایسی تو گلوم بود صرفم گرفت گفتم خط ریشام چکمه ای بود اون موقع. نگاه تو دوست دارم، نگاه هم زیاد جدی اینجا خیلی سیس کرد از زاویه مختلف هم دارم خواستم موها از خنددار نیست مدل موها خیلی اون موقع مد بود. آه اینجا خیلی احساسی شده بودم. چه عکسای یه چیز از خود فتوشوت داشتم. توی ابرو خط مینداختم چون فهمی کردم خیلی باطری بود. منم یه دوره مثل الی چون می‌خواستم باشم. ببین بیا من عکس بهش که نشون ندادم. خب عکس بری. خب بچه تو خونه شما لطفاً اصلا من واقعا نمی‌خوام نشون بدم. اینو پخشش. نمی‌خوام اصلا هیچ ریاکشن. بچه اینو می‌ذارنشین برام، من خیلی دوستش ندارم این عکسو. بچه‌ها نذارینش این ور اون ور. مدل بخواد؟ ایمایی بود موقع ایم، نه موام واکسه موه؟ موقع یه مدل ایمو مود بود، بعد دوستش هم موها مثلا بیاد توی چشم هم بگیره اینجا مثلا فر خورد و رفت اون بردری صاف بود و می چقدر لاغر بودم، قبلش خیلی کپلتر بودم خب. بعد یهو تصمیم گرفتم یه روزی که میخوام لاغر شم و فهمی کنم اگر غذا نخورم تمام دیگه، بعد شروع کنم مثلا یهو یه مدت طولانی غذا نخوردن، بعد زخم معده گرفتم و کلی مریضی های دیگه معده، اسیدای زیاده معده اینقدر داشتم که غذا نمیخوردم، اینقدر این کار ضرر داشت مثلا بچه‌ها، اینقدر چیز بود که هنوز که هنوز بعد از این همسن چقدر مثلا 15 سال پیشه خب هنوز کاری که معده مشکل داره سر کاری که تو همین یه سال با زندگی من انجام دادم. اینا رو گفتی که آره بس علمیه که واقعا نخند چون که آره گناه دارم. این عکسو من تو گوشی توی هاردم داشتم همیشه یادگاری، یه مدت راستش اینو توی کیف پولم داشتم. این چه عکس قشنگیه. چرا دارم تخم مرغی گونه هستی؟ خیلی غمگین، خیلی ناراحتی از این که داری عکس میندازی، خیلی این اصلا خوش دیگه، اصلا نیازی چیزی بگم خودش داره همه حرفا رو میزنه دیگه. سلام چرا همچینی سیبیل؟ واسه یکی از ویدیوهای این کارو کردی یاد نمیاد؟ برو بابا. این یه عکسیه که من دوستش مثلا یه سیسی به دوستان گفتم که یا واقعا نه به دوستان گفتم نه من خب تو فاز متال بودم دیگه خب، بعد بهش گفتم یه عکس بزن بگی که مثلا خیلی خیلی سنگین و متال. آره متالم خیلی نو کردم. چیه چیزی چیه؟ آره یه طرف صورت هم فقط دوستشان نشون داد، میگم هنوزم همینم، هنوزم خیلی از اشتاده این سیس برای چیه؟ آره اون ما حواسم نبود که دستشی پشتم، ولی ببین این گوشیه رو میدستم ته موبایلی بود، هر کی اینو میدی پشماش میری برو با. این عکس خیلی قدیمیه با یکی از قدیمی تایی دوستان و سنگی تایی دوستان که هنوزم باش دوستم اینجا با هم اینکش داشتی من؟ آره اینکی آره دیگه من اون دفعه خیلی طولانی عینک داشتم. نه به خاطر چشمه. آره نه نه بذار بگم سیستم چی بود. اول پچ داشتم رو چشم خب، مثل دوز دریایی بودم دوست داشتم خب، میذاشتم چون که دکترها میگفتن که اگر سن کم رو چشید که میدید میدید پچ میذاشتم، بعد عینک میذاشتم با اونی که میگفتن قد میشه ولی نشد چون که
برای من نشد، برای بعضی شب بشه نشد، همونجور بدتر شد. خیلی فرق داره شکل و قیافت با خیلی باحال بودن. باید دوستم نشون بدی بهنام، باید نشون بدی اگه من دارم مثلا شب بهنام بشه. بهنام الان دکتره بچه ها. خیلی باحالی با هم، خیلی پاپولی و بامزه ای. وای من بعضی عکس فهمیدم که کلاه به هم نمیاد زیاد. خب بعد دیگه از اون اگه ترجمه کنیم من هیچ وقت کلاه نمیبرم سرم. اون لحظه من تا حالا این عکس رو ندیدم، اون لحظه فکر میکردم خیلی با تریپم، بعد که عکس رو دیدم فهمیدم که نه زیاد مثلا با تریپ نیستم. اینجا تو دبی بود. خب بعد من میخواستم مثلا اون موقع مثلا نشونم که عکس بگم که من چقدر ماشینای مختلفی دارم، بعد این موتور پیک موتوری بود، رفتم پشت نشستم از اون عکس بگی بگم این مردم من. آره این موتور من نیست، مثلا موتور سواری بلد نیستم، من دو چرخم بلد نیستم، خواستم نشون بدم که این سیست منه. آره این سیست منه، این یکی ماشین من نیست. خب این یه پورش بود اونجا، علکی گفتم حاجی ازم یه عکس بگیر که مثلا این ماشین منه. بعد کی اینجوری در ماشین باز میکنه، یه جوری انگار دارم دزدی میکنم از ماشین بیشتر از چیزا. این سیس من با پورشن به بچه حالشو ببری. خب میا امیدوارم خوشحال باشی از این ایده ویدیو که فقط باخت بود. خب من یه بار این کارو کرده بودیم، بر نمیدونم چرا دوباره مجبورم کردی سری عکس که بچه‌ها در جریان پله پله زندگیمون باشن. آخه این چیزا رو هیچ کی نمیخواست در جریان باشه، این چیزای خیلی بدی بود. من اصلا نمیخواستم این درهای زندگی من خواستم دوباره باز شه، این قیافه‌مو ببینن. نه بچه‌ها دوست داشتن، بچه‌ها هم از خرمون نمی‌کنن قضاوتو. آره باشه باشه، تو توییتر نیستی میا. به من که خیلی خوش گذشت، کلی خاطراتم زنده شد، یه سری عکسای بیشتر میام مجازات. کاش نمی‌دیدی بچه‌ها. مرسی از اینکه ویدیومونو دیدین. خدا